مثل جواهر سخن کهن در نظر دوستان داستان ما. داستان رسید به اون جایی که نمایش در زبان فارسی ترجمه تئاتر است و آن هنری است که از چند هنر دیگر ترکیب یافته است. در نمایش بازیگران خود را به جای قهرمانان و اشخاص داستان می‌گذارند و وقایعی را که بر سر قهرمانان آمده است با حرکات و اعمال و گفتار خود یک به یک در روی صحنه مجسم می‌کنند. نمایش در سراسر گیتی به اشکال مختلف متداول است و در بعضی از کشورها سابقه آن به زمانهای بسیار دور تعلق دارد. در ایران نیز نمایش از زمانهای قدیم متداول بوده است. که میخوایم بکنیم راجع به کلن داریم راجع به نقالی با هم دیگه میخوایم بریم دنبالش و یه خود ریشه یابی بکنیم و ببینیم نقالی چه شاخه هایی داره. شاخه هاش حالا هر چقدر گستره تر بود باز باید تو مجال های دیگه فرصت های دیگه دنبالش بریم و پیداش بکنیم. دور کرسی هم میشستن بزرگ خانواده، مادر بزرگ یا پدر بزرگ یه قصه ای رو نقل میکرده. اونم نقالی بوده. اما حالا ببین نقالی به این شیوه ای که الان حالا فقط شاخصش و نمادش و پیرش و کسی که باقی مونده، البته تو شهرستان ها فکر میکنم حدود 17-18 نفر دیگه هم هستن، آقای مرشد ترابیه. خدای خوردم مریضه. بالا دیگه الان خب مسن شده دیگه، سنش ماشاءالله دیگه، حالا خدا عمر بیشتری بهش بده. چیه؟ بریم سراغ اساتید این حرفه. استادای این حرفه خب اصلا چاره جز این نداره، یعنی باید از این شیوه استفاده کنیم بریم ببینیم که استادای این کیا باقی مونده. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من الان دارم میرم پیش آقای امیر دژاکان، از محققین، پژوهشگرا و نویسنده و کارگردان تئاتر که تو استاد دانشگاه هست. ایشون یک گپ و گفتی راجع به تئاتر کارا، ایشون گفته راجب فضای تئاتر، اما من یواشکی راجب چیزهای دیگه هم ازش میپرسم. سال جوابی کنیم و یه خود دانش هنر تئاتر و نمایشمون بره بالا. این قضیه هستم که ببینم تئاتر سنتی ما از کی پا گرفته، شکل گرفته. یه تاریخچه مختصر برای من شما بگین که من بیشتر متوجه بشم و همچنین بیننده‌هایم. اخبار و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ما شکل‌های گوناگون نمایشی رو از سالیان قبل داریم، ولی اون چه که در واقع توی این مجال می گنجه که در موردش صحبت بکنیم و بهترین موضوعس و عقیده من اینه که همه این نمایش ها کجا اجرا شدن. وقتی به این تعریف دست پیدا میکنیم که هم در طبیعت و هم در شهرسازی، هم زیر سقف ها و هم در مکانهایی که اختصاصاً برای تئاتر ساخته شده تئاتر اجرا شده. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. که من عاشقم همچو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. امروز تئاتر دنیا رو نگاه کنیم، پیشینه تئاتر خودمون هم نگاه کنیم. همین ببینید، نقالی رو داریم توی کنار خیابون اجرا می‌شده، توی قهوه خونه هم اجرا می‌شده. تئاتر مادر همه هنرهاست، کمک میکنه به رشد ادبیات، کمک میکنه به رشد فلسفه، کمک میکنه به رشد معماری، کمک میکنه به رشد نقاشی. اما ببینید، به خاطر اینکه تئاتر بتونه این کارا رو بکنه، باید در دسترس باشه، باید نزدیک مردم باشه. جمشید که با فر و جا در درون این تخت نشسته، بفرمود چون دیگ برداشتی.
نقالی عبارت است از نقل یک واقعه یا قصه به شعر یا نثر با حرکات و حالات و بیان مناسب در برابر جمع. و نقال کسی است که یک واقعه یا قصه مربوط به افسانه و اساطیر و یا ساخته خودش رو در برابر جمع بیان بکنه. بعضی از محققان معتقدند که سرچشمه تئاتر داستان سرایی است. افسانه ها ابتدا درباره شکار، جنگ یا فتوحات دیگرند و به تدریج آب و تاب بیشتری پیدا می کنند. به کجا به نام خداوند نیکیده سخندان سخند دهد پروره. ما برای اجرای یه برنامه به یزد رفته، عده زیادی دختر و پسر تو سالن بودن. برگزار کننده مراسم خیلی با ترس و اضطراب میگوش که ببینم استاد میتونی یه کاریش بکنی که اینا ساکت شن. من نقلی که شروع کردم بعدم براش میگفتم، گفتم بچه‌ها شاهنامه نه نامه شاهان، که نامه شاهان است. از فرسی چی اطلاق میکنه منظومه عظیم خودش رو؟ میگه نامه نامور، نامه باستان. به نام خدا بند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. و باور بفرمایید در طول 15 دقیقه اجرایی 20 دقیقه اجرا که داشتیم تا پایان اجرا کسی صداش در نیامد. این مشخص میکنه که جوانهای ما، نوجوانهای ما، کودکان ما همشون اهل فکر و فرهنگ و ادبند، در ذات و خوی ایرانیشون هم هست. منتها ما باید با بیانی خیلی راحت تر باشون صحبت. چه پارسه، این هم ساختمون اداره تئاتر هستش. آقای فضلی بگی از کسانی هستش که آموزش میده در رابطه با نقالی. ابتدا ناراحت، عصبانی، چیکار کنه، چیکار نکنه. دستور داد که همه بزرگان و صاحب نظران بیان توی تالار قصر. الان بهترین وقت برای انتقامه. قربان، احتیاج نیست که خودتون. پس از چند سال مادر سیاوش و همسر کیکاووس دور فانی را ودا کرد. عنوان قنداقه سیاوش بگیری دیگه بی‌معنی میشه. این نقل رو بگی یه نفرم به عنوان منشی صحنه باید یادداشت کنه تیکه تیکه اینکه مثلا کارگردانی میکنن درست که کارگردانی کنم بدون چی به چی که بعد همونو هی تمرین کنم. خب امروز خیلی 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 خوبتر و بهتر کار میکردی. یکی ژرف دریاست بناپدید، در گنج رازش ندارد کلید. چنین است رسم جهان جهان، همی راز خیش است و دارد نهان. چنین است رسم سراوی جفا، نباید از او چشم داری وفا. خب اینجا موزه باغ ملی هستش. من اومدم اینجا برای اینکه آقای برمزیار منتظرم و قرار اینجا یه اجرای خیلی زیبا از نقالی داشته باشه. نقل با نقد همراهه. نقل با نقد، یعنی نقل و نقد با همدیگه است. یه وقت هست که شما داستان رو خام میگی بی هیچ خاصیتی. چرا یه دونه از بین 4000 شاعر درباره سلطان محمود چرا ما فقط اسم فردوسی رو میشناسیم؟ بخواد یه فردوسی چیکار کرد؟ اومد رو منش انسان، روح انسان، روح انسان، طبیعت انسان، ذات انسان اومد نگاه کرد و داستانهایی رو گفت که من جه لازمه یه دوتا بیت بگم و با امید خدا بریم تو. بریم تو. میگه که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان لبش در زمان مران. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز و معنی برد.
به نام خداوند خورشید و ماه، فروزنده هر سپید و سیاه. کنون ای خردمند بیدار دل، این پرتگاه رو میبینی؟ اتفاقا همین، مواظب باش که نیفتی. جنگ مغلوبه شده، چند روزی عبیدالله ابن عمر، حالا داخلش نمیشیم، کشته شده، جنگ مغلوبه شده. از این طرف لشکر آراستن سپاهیان حضرت امیر علی علیه السلام، با اسب میتازن از این ور، اسب میتازن از اون ور، کسی تو میدون نمیاد. ز هر جانبی جنگ جویان ز لاف بکردند، میگرد لشکر طواف. که ناگه سواری ز سفیانیان فرس را برون زد ز کین از میان. به آهن در اون غرقه سر تا به پای، که آتش همی رفت میسوخت جای. میبیند صف رفت کنار یه سوار، جوانی ابر پشت بادی چو کوه، که از نعل وی که بادی در ستو. علمدار، سپهدار، جهانگیر و جهانبخش و جهاندار، شاه با وفا. بگفتین و یک حمله کردن سوار، برافروختند آتش کاروزار. اولین نیزه رو پرتاب میکنه به سوی عباس، عباس سپر رو حواله میکنه، نیزه از پس سپر میده، کلاه خود از سر مقدس عباس میفته، پیشانی مبارکش زخم برمیداره. عباس، عباس که میگفتین همین بود. یه دفعه فریاد الله اکبر از سپاه علی بالا میشه، حارث برمیگرده نگاه میکنه، دو نیزه چو دو اژدهای دمان، زدن یکدیگر بر چو آتش سنان. در آن تاب عباس روشن روان، عدو را یکی نیزه زد بر دهان. نگون خوار شد سرنگون بر زمین، کرم مرتضی علی صلوات. میخوام برم پیششون، دعوتشون بکنم که با هم باشیم بعد از ظهر. از شما لباسون عوض کنید، قرار ما بعد از ظهر باشه که ما در خدمت ان شاء الله اگر امیدوار. ما رفتیم کلی مطلب ضبط کردیم، حالا اون تیکه نمایش شما رو می‌خواستیم ببینیم. یه تیکه کوچولو سعی می‌کنیم راجع به مرشد بچه مرشد، شیوه‌های نقالی، کل اینا به نظر من همه‌شون نقله دیگه، نقلی گفته میشه و و بعد یعنی حکایتی گفته میشه، منتها بعضیش از شاهنامه است. مثلا نقالی صرف حتی من نظر ندم بهتره. مناومه خداوند جان آفرین، من مرشد میخوام از بچه مرشد کمک بگیرم، حازه میخواد یاد بگیره. خب به من بگو ببینم تو راجب دیوا چی میدونی بچه مرشد؟ دیوار رو نگو. دیوار چیه پسر؟ دیوار نه، راجب دیوا چی میدونی؟ آن دیوا بابا اینجوری دست بزن، آها محکم. اما خودم راجب دیوها میگم، دیو دیو پلیدی، دیو دیو دروغ، دیو دیو شر، دیو دیو نامردی، دیو دیو پلیدی سیاهی و تباهی. اینی که ما از دیو برای خودمون ساختیم، دیو بدی، دیو پلیدی، دیو دروغ، چیزایی که در درون خود ما وجود داره و ما باید از اونا پرهیز کنیم و برحذر باشیم. حالا اون بچه مرشد بگو وقت چیه؟ وقت خدا حافظیه. دست حق نگهدارتون. در تاریخ نمایش ایران، نقالی درخشانترین چهره نمایشی است و بعضی از آنان در کار خیش مهارتی عجیب داشته و در شمار هنرمندان اصیل بودند. کار این گروه مردم هنرمند بسیار مشکل و دقیق بوده است، زیرا بی استناعت از هیچ وسیله‌ای و فقط با قدرت بیان و هماهنگ ساختن حرکات چهره و دست با کلام، حوادث قصه را بدان گونه می بایست در نظر شنونده مجسم کنند که احساساتش برانگیخته شود. به صبح راستی سوگند، به پنهان آفتاب مهربار پاکبین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد. از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. قرق 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 برزو هم چی کرد؟ برگشتی؟
رستم هم دید صدا میاد. رستم برگشت. برزو دید دو تا اسب دارن میل شاه توره میانن تو میدون. تقل زن نازکی سیب داشت، سیب زن نزارش آسیب داشت. قهوه میل دارید یا به سنت قدیم چای؟ بگه قهوه باشه. من چای نقلای ما چرا از این لباس استفاده میکنن؟ به اون میگید دقیقا همه چیز ما از غدیر آغاز. هر سلام وقتی به ایران اومد به این دلیل به ایران اومد که تبلیغ ولایت از تعمیر بکنه. این لباس من در واقع نماد اونه، ترکیبیست از مفاهیم سنتی و نمادهای سنتی، نمادهای اصلی و لباس از سلمان. این رشمه سره که بسیار بلنده که ما در ابزار نخت هم ازش استفاده میکنیم. مثلا جایی که میخوایم صورت بپوشیم، جایی که میخوایم ازش به عنوان گیسوان استفاده کنیم، جایی وقتی به عنوان اسب، یال اسب استفاده میشه، به شکل ابزاری هم ازش استفاده میشه. این اسب بسیار بسیار مورد استفاده داره. یعنی از وقتی من این رو سرم میگیرم زیرش وای میستم میتونه سخت باشه. ساده ترین مرسوم ترین شکلش یعنی جون نماد دیگه. بله در واقع حالا مثلا بخوام بگیم یه دار مدرن تن بخوام صحبت کنیم، در واقع تو مؤلفه های تئاتر نوین بهش میگن ابجکت تئاتر. بله. یا در تئاتر اشیاء یه جا میتونه قلم باشه. بله. یه جا میتونه بیل باشه، یه جا میتونه نیزه باشه، کمان باشه، شمشیر باشه، اسپر باشه. چی پرده ابرا شما در آغاز پرده رو میبینید. بله. ببینید حالا تمام عناصر داستان زندگی از ابراهیم اینجاست. اینم یک نمونه پرده است که ما اینو در دانشگاه وین اجرا کردیم به خاطر اینکه سهل الحصول تر باشه. ببینید مثلا به عنوان مثال دارم میگم، این داستان کیومرس، اولین نخستین اسم شهریار، رفتن جمشید به آسمانه، این معروف داستان اصل آشورا قهوان رسید. بله الحمدلله رب العالمین. ولی یواش یواش داشتم خوش میشد. ولی من حواس چای کرده بودم. چای هم میخوریم. میگم پرده خوانی هم جزء شاخه نقالی میشه دیگه، درسته؟ خرد نمایش ها و نمایش ها، یعنی گونه ها و زیرگونه های نقالی شامل اینها میشن. معرکه گیری، مارگیری، درسته، پرده خوانی و نقالی، مناقب خوانی، حمله حیدری. در پرده خوانی شما یک تصویری در جلوی گستره دید مخاطب قرار دادید. اندازه، یعنی سایز، اندازه شخصیت ها به حسب اهمیتشون، سوای اینکه اولیا باشن اشقیا، از در اندازه اهمیتشون تو داستانه. درست. یعنی مثلا حضرت عباس و شمر، امام حسین و ابن سعد، اینا از در اندازه تو پرده یه اندازه. اما در نقاشی قهوه خانه چنین نیست. در پرده خانه شما تمام داستان رو میبینی اما چیزی از داستان سر در نمیاد. چه کسی اینجا خط تمایز تفهیم داستان برای مخاطبه؟ پرده خان یا نقاد؟ پاییز پل سلات آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان نطلب، تا نگوی یا علی رونق نگیرد هیچ کار. یک نامه نوشتم برای کسی که تاریخ دومیش ننوشته، در قوی بودن لقب داره، امر بن عبدوت. نامه نوشتن که ای نام داره دلاور سلام، یهودان رسانن یک یک پیام، ما از دست این محمد شب و روز نداریم. نامه رسید به دست عمرو بن عبدود، حرکت سلمان فارسی. به پیغمبر گفت آقا دستور بدین دور شهر خندق بکنن با دهان روزه. اگر داد باید که ماند به جای، بیارای از این پس به دانا نمای، چو دانا پسندد پس
پسندیده گشت، به جوی تو در آب چون دیده گشت. ز گفتار دهقان کنون داستان، تو برخان و برگوی با راستان. رسیدیم به اینجای داستان، در خونه صدا در. سلام، احوال شما چطوره؟ خوبی آقا؟ من این عکس قدیمی هم عکس متعلق به پدر بزرگ پدر من که مرحوم مشهدی رضای میرزایی، استاد و تعزیه گردان تهران و استاد بیشتر تعزیه خانان پیشکسوت تهران و بچه خان تکیه دولت تهران بوده، مرشد میرزایی. آجاها شعبان میرزایی برده مال 4 سال پیش تازه کشیدنش، 4 سال پیش، ولی خب دیگه کسی نیست این پرده رو بکشه. قلم استاد محمد فرامانی. در دلم میگریم خدمت شما. ما دیدیم خب به حمایت نمیشه، خیلی گفتیم جا به ما بدن، یه جایی باشه قاعده 20 متر هم باشه ما بتونیم کار بکنیم و این هنر رو سینه به سینه یاد گرفتیم، حالا به صورت تئوری علمیش به بچه ها و کسایی که علاقمند این هنر هستن آموزش بدیم، به ما ندادن و بر این شدیم که یه جایی که حالا پدر داره در طبقه پایین هستش و همه منزل خودت. بله منزل خودمون. بله بله دیگه آب باید خودش بجوشه دیگه از زمین و ما هم این کارو داریم میکنیم. من پرده میدیدم میرفتم، علاقه داشتم تا زد و ما بزرگ شدیم موقع علی اکبر خونیم اون صدامون خوب بود، میرفتیم کمک پرده خونا علاقه داشتیم. همین دست 18 سالگی پرده خونی هم شروع کردیم. تو داستان رستم و سهراب و میرسه به کشته شدن سهراب به دست پدر، یک داستان زیبا. مردم ترکیه استقبال، مالزی استقبال، نقالی سواس، نقالی شاهنامه است. درسته. پرده خانی، پرده عاشورا میگن، از مصیبت ها شجاعت ها. از هنرهایی که ما داریم سخنوریه. مردم میومدن قرار میذاشتن در ماه رمضان، 2 نفر که شاعر بودن علم شعر رو داشتن میومدن سردمو میزدن که از این ابزار استفاده میشد، سردمو میزدن و یه نفر زیر سردم، مرشد زیر سردم بهش میگفت. اولای هر کلمه، حروف اول هر شعر از سین شروع میشدش، سین داشت، میم داشت، عین داشت، لام داشت، که داشتش، یعنی سلام علیکم، سلام میگفت، علیکم با شعر جواب میدادش. بستگی داره مرشد زیر سردم چی میگه. اگر نمیتونست جواب بده جلیقه‌شو بعد میداد، تاج سرشو بعد میداد، تاج و تاجو میداد، بله کشکولشو میداد، تمرزینشو میداد. یه لنگم به رسم این که من شکست خوردم جلو شما، حالا یا مرشد زیر سردم یا اون کسی که اومده وارد قهوه خانه شده، در قهوه خانه هم این اتفاق میفتاد، مینداخت ما جلو شما لنگ انداختیم. اصلا وقتی سینم میگره تا میادم بخونم میگره، سابقه نداشت. ای بچه ها گفتن بابا چرا اینجوری شدی؟ رفتیم عکس انداختیم این بر اومد گفتن سرطان هنجر داری. به پیری گر رسد انسان دگر برنا نمیگرده، اگر خم شد دگر رنا نمیگردن. حکایت داستان‌های شاهنامه با تاریخ قهوه‌خانه توام است و داستان رستم و سهراب در این میان مهمترین مقام را دارد، به طوری که امروز نقالی در قهوه‌خانه با سهراب کشی مترادفه. اما شاهنامه خوانی کار آسانی نبود و شاهنامه خوانان معمولا خود یا شاعر بودند یا ادیب. رواج شاهنامه خوانی دلیل اجتماعی نیز داشت، چرا که در جامعه صفویه
گروه نظامی خاصی به نام قزلباش وجود داشت که وظیفه اصلی ایشان شرکت در جنگ ها و حفظ روحیه جنگی بود. قزلباش ها از جمله مشتریان دائم قهوه خانه بودند که طبعا نقد های پهلوانی نقالان از شاهنامه میتونست تاثیر بسیاری بر روحیه جنگجوی اونها بذاره. به تدریج با باقی ماندن قهوه خانه ها به عنوان تنها محل تفریح و استراحت، نقالی همچنان به یگانه وسیله حفظ روحیه و سرگرمی مردم باقی ماند. و این حکایتی بود از هفته منهای یک. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر